خانم پرتو نوری علاس، شما سال 1401 رو چطور درک کردید؟ در سال 1401 در واقع دنباله همه سالهای سیاه رژیم اسلامی بود. فقر از نظر فقر اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، ترس رو، دروغهایی که دولت تحویل مردم میداد و مبارزات مردم هم در طی تمام سالهای گذشته با سرکوب و زندان و شکنجه که میدونید روبرو بود. اما سال 1401 یه مهر و نشان جدیدی داشت که تا حالا در این 43 سال اخیر رخ نداده بود و اون قیام پرجوش و خروش جوانان ایران به ویژه زنان و مردان همراهشون بود که به کلی از مرزهای ایران خارج شد، ایرانیان خارج از کشور رو در بر گرفت و حتی کشورهای خارجی رو به حمایت مردم ایران وادار کرد. بنابراین این مهر و نشان در تاریخ ایران باقی میمونه، در تاریخ زندگی ما باقی میمونه و این به نظر من تفاوت بزرگی بود که 1401 با سایر سالهای جمهوری اسلامی داشت. شعار زن زندگی آزادی از نظر شما به چه معناست و چه چشماندازی رو در سال 1402 پیش روی ما قرار میده؟ شعار زن زندگی آزادی رو ابتدا آقای عبدالله اوجلان رهبر جنبش کردستان ترکیه این رو در تقابل ستایی سکس، مرگ و بردهداری قرار داد. اینو اختراع کرد، یعنی ابداع کرد در برابر، در تقابل اون ستایی. در مقابل سکس زن گذاشت، در مقابل مرگ زندگی گذاشت و در مقابل آزادی که اون بردهداری بود این آزادی گذاشت. و خیلی زود این تکرار شد و در جاهای مختلف تکرار شد و حتی نظریه ژنولوژی آقای عبدالله اوجلان مربوط میشه به همین جنبش‌های فمینیستی و آگاهی زنان نسبت به تبعیضی که برشون وارد میشه و حتی البته خیلی مفصل این نظریه ژنولوژی، من حالا از اون میگذرم. بنابراین حتی میبینیم که اولین بار زنان ایزدی اون رو علیه داعش به کار بردن و در فیلمی هست به نام دختران آفتاب یا دختران آفتاب که گلشیفته فرهانی هم بازی میکنه، بهار که یکی از رهبران ایزدی زنان کرد هست، زنان مبارز کرد هست، این شعار رو میده ولی با کلمه برای، میگه برای زن، برای زندگی، برای آزادی و رفقای خودش رو در واقع تشویق میکنه که به این حرکت انقلابی بپیوندن. بعد مثلا در سال 2015 در روز 25 نوامبر که روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان هستش، سراسر اروپا این شعار رو به کار برد. و بعد که مهسا در ایران کشته شد این شعار از سقز شروع شد و خیلی سریع تمام سراسر ایران رو فرا گرفت، از محدوده مرزهای ایران خارج شد و به کشورهای خارجی هم رسید. حتی زنان افغانستان به حمایت از زنان ایران این شعارشون بود و حتی مجله لیبراسیون در پاریس در فرانسه در صفحه اول خودش به زبان فارسی این شعار سه کلمه زن زندگی آزادی رو نوشت. بنابراین این تبدیل شد به یک سمبولی برای آزادی زنان. وقتی اوجلان این شعار رو چیز کرد به این دلیل بود که عقیده داشت زنها اولین گروگانهای تاریخ بشری هستند
و به همین دلیل برای اونها آزادی میخواست و میگفت تا وقتی که در یک جامعه زنها برابر با مردان نباشند، اون جامعه حتی مردانش هم آزاد نیستند. ببینید 150 سال پیش امیر کبیر در کشور خودمون عین همین مطلب رو میگه. او در مقدمه کتاب هشت بهشت می نویسه اگر زنان تا وقتی که زنان با مردان در همه شئون برابر نباشند، جامعه به حد کمال نخواهد رسید. این تفکری بوده که از اون زمان وجود داشته بین روشنفکران ما. حکومتی که 43 سال سرکوب کرده، دروغ گفته، کشته، از نظر اقتصادی همیشه نزول کرده، از نظر فرهنگی انحطاط داشته، چشم انداز معجزه‌ای که نمیشه کرد بهش اتفاق بیفته که در این سال ما اینو یک تغییر شگرف و بزرگی درش ببینیم. اما من بر حسب تجربه های تمام سالهای پشت سرم فکر میکنم ما به یه مرحله رسیدیم، به خصوص مردم ایران، به خصوص جوانان ایران، که دیگه دروغ و دغل اون رژیم رو که به نام مذهب به خورد مردم مشتی خرافات و جهل و نادانی میداد و خیلی هم سیستماتیک این کار رو میکرد در طول این سالها کم کم به وجود آورد، دیگه گول این چیزها رو نمیخورن و با حرکتی که جوانان ایران کردند و اینطور شجاع و زنده آمدن توی میدان به خلاف تمام تئوری ها و نظریه های قبلی خودشون، یه چیزی رو به همه ما نشون دادن که اینها آگاهن به کاری که دارن میکنن. اینها خیلی زمینی تر و ملموستر حرکت خودشون رو آغاز کردن تا اینکه در لایه های تئوری و نظریه های معلوم نیست که مال کی و کدنا کجا هستش. بنابراین من از این نظر چشم انداز 1402 رو امیدوار کننده میبینم، به خاطر اینکه این جوانان وجود دارن. الان ممکنه که حرکاتشون یه مقداری خیز و افت داشته باشه، اما این دو مرتبه فوران میکنه، مثل یک آتشی میمونه که زیر خاکستر پنهانه تا در موقعیت مقتضی. و یکی دیگه از چیزهایی که برای من بسیار نوید بخش در سال آتی هستش، این پیوند گسسته ایرانیان داخل و خارج به هم برگشت و هم جفت و جور شد، و اینی که خیلی از ایرانی های خارج از کشور برای منافعی که در داخل ایران داشتن سعی میکردن دخالت نکنن در کارهای سیاسی. اما این حرکت زنان و مردان در داخل ایران دو مرتبه این پیوند رو جوش مستحکم تر داد. به نظر شما به لحاظ فرهنگی ما از جمهوری اسلامی عبور کردیم؟ البته البته، ولی یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم که فرهنگ یک مجموعه است از تمام نیکی ها، بدی ها، از زشتی ها، زیبایی ها، از سواد، بی سوادی، از لومپنیزم تا مرحله بالای فکری. یعنی فرهنگ مجموعه است از تمام این تضادها و غیره. بنابراین اینکه بگیم از فرهنگ اسلامی، همونطور که گفتم، این رژیم به طور تدریجی یک فرهنگ لومپنیزم، آدم کش، ضد زن رو رواج داد در تمام این سالها. گذشتن از این خصوصیات خیلی آسان نیست، اما باز هم تکرار میکنم با انقلاب مهسا و حرکت شجاعانه و آگاهانه زنان و مردان ایرانی نشون داد که آره، میشه که از این فرهنگ عبور کرد. برای اینکه الان ما به خط قرمزهای دولت، حکومت، خود خامنه ای، اینها اون از اون خط قرمزها گذشتن و این یک مرحله بسیار مهم است در قبال اینکه در تظاهرات قبلی، سالهای قبل، به اعتراضات مدنی که مردم میکنن کسی اسم خامنه ای را اصلا نمی برد، ولی الان رسما اینا مرگ بر خامنه ای میگن. و به نظر من بله،
به مقدار گام های بلندی برداشتم که از این فرهنگ بگذرم. دستتون درد نکنه از اینکه وقتتون به من. متشکرم. من فقط قبل از اینکه خداحافظی کنیم، دلم میخواد که فرارسیدن عید نوروز این یادگار افتخارآمیز ایرانیان رو به همه ایرانی های داخل و خارج از ایران، به همه هموطنان و همزبانانم تبریک بگم و به مادران و پدران و خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در طی از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون، تا حرکت مهسا، از دست دادن، من بگم صمیمانه احساسشون رو میفهمم، ولی چه باک که یاد و نام این شهیدان عزیز برای ابد در تاریخ و دلهای ما وجود خواهد داشت. خیلی از شما متشکرم که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. ممنونم از شما.